خیلی خیلی ممنونم از راهنماییتون. حاجی آقای گل ببخشین دیگه، یه سوال دیگه داشتم اگر اشکالی ندارد مطرح کنم. از علمای اهل سنت شنیدم که مگر در روز عرفه هر کی روزی بگیره گناهان آینده و گذشتش بخشیده میشه. آیا این حق داره؟ آیا این حرفی که من زدم گناه محسوب میشه؟ من چون شک برداشتم. لطفا جوابمو بگید. با احترام. اما در مورد سوال این بیننده عزیز که کسی که روزی روز عرفه رو بگیره گناهان سال گذشته و سال آیندهش بخشیده میشه، سال گذشته و سال آینده، نه اینکه گناهان آینده کلن تا زمانی که گناه سال آینده، حالا کدوم گناه بخشیده میشه؟ اینا مقصود گناهان صغیره هست، گناهانی که کبیره هستند باید توبه کنه شخص. و مسئله دوم هم گناهانی هم که حق الناسه باید حتما حقشون رو بهشون برگردونه. اگه کسی به دیگری ظلم کرده، اگه ستمی کرده، اگه مالش رو برده، اگه غیبتش رو کرده، هر حقی از حقوق بندگان خدا رو ضایع کرده، باید این حق رو بهشون برگردونه یا ازشون حلالیت بطلبه یا براشون جبران کنه. و اما بقیه گناهان صغیره دیگری که از انسان سر میزنه، یا صغیره باشه یا ظلم به نفس باشه. یعنی چه ظلم به نفس؟ یعنی به خودت ظلم کرده باشی، به خودت بدی کرده باشی. هر گناهی ظلم به نفسه، ولی بعضی از گناهان خاص ظلم به نفس خودت میکنی، مثل اینکه وقت تو ضایع کنی، این گناه ظلم به خودت کردی. یا کسی که داره گناه دیگری مرتکب میشه که آزارش به دیگران نمیرسه، این گناهی که میکنه فقط به خودش ضرر میزنه، این ظلم به نفسه. لذا روزه عرفه کفاره گناهانی است که ظلم به نفس میکنید، به نفس خودتون، و یا این که گناهان صغیره هستند، مگر نه گناهان کبیره رو باید توبه کنید. خداوند فرمود این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلكم مدخلا کریما. فرمود اگه اجتناب کنید از گناهان کبیره، ما گناهان صغیره رو برای شما کفاره میکنیم. نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلكم مدخلا کریما، و شما رو وارد میکنیم به یک ورودی که درش تکریم و احترام و مکرم هستید، زیبا، راه درست. و اما گناهان عرض کردم که حق الناس یا کبیره باشه رو باید ازش توبه کنید و صغیره ها رو خداوند این اعمال رو کفارش میکنه.